نوزدهمین روز مرداد ماه برابر با ده اوت سال 1172 خورشیدی برابر با 1793 میلادی، افتتاح موزه بزرگ لوور فرانسه در پاریس. ساختمان تاریخی لوور که نوع معماریش از سبک یونانی الهام گرفته شده و در میان آثار معماری کم نظیر به شمار می آید، در واقع روزگاری محل سکونت پادشاهان فرانسه بوده، تا اینکه پس از انقلاب کبیر فرانسه کمیته جهت ایجاد یک موزه در این ساختمان تشکیل شد و در نهایت موزه بزرگ لوور در این محل افتتاح گردید و به موجب قانون ملی شدن مجموعه های هنری سلطنتی این موزه به صورت ملی درآمد. از آن پس شاهکارهای فراوانی از سراسر اروپا و جهان در آن جمع‌آوری شد، به طوری که تعداد این آثار در موزه بالغ بر 280,000 قطعه تخمین زده شده است که از این تعداد 5,600 اثر را نقاشی و شاهکارهای هنرمندان معروف جهان تشکیل می دهند. لازم به ذکر است بسیاری از این اشیا به ویژه آثار عتیقه و باستانی موجود در موزه لوور توسط مستشرقان اروپایی و فرانسوی از نقاط مختلف جهان از جمله ایران به یغما رفتند و یا از دلالان آثار باستانی خریداری شدند. اهمیت موزه لوور تنها به دلیل وسعت و تعداد آثار نگهداری شده در آن نیست، بلکه کیفیت آثار هنری موجود در موزه، وسعت تالارها و ارزش مجموعه های موجود در آن این بنا را پر اهمیت ترین مرکز نگهداری آثار هنری جهان ساخته است. سال 1348 خورشیدی برابر با 1969 میلادی، در گذشت محمود جم، سناتور و نخست وزیر دوران پهلوی. محمود جم ملقب به مدیر الملک که در شهر تبریز دیده به جهان گشود، پس از طی تحصیلاتش در 22 سالگی به دربار محمد علی میرزا ولیعهد قاجار وارد شد و پس از استبداد صغیر منشی ایران در سفارت فرانسه گردید. محمود جم پس از برکناری زکالملک فروغی مأمور تشکیل هیئت وزیران گردید. محمود جم از آن پس به مدت 4 سال نخست وزیر و 2 سال وزیر دربار بود. وی در نهایت به عنوان سناتور انتصابی به مجلس رفت. 10 بار وزارت، 2 بار استانداری، 2 بار مسئول سفارت، 4 بار سناتور مجلس، 1 بار معاون نخست وزیر و 1 بار نخست وزیری، از جمله پست‌های حساس محمود جم طی نیم قرن فعالیت‌های سیاسی او محسوب می‌گردد. سال 1367 خورشیدی برابر با 1988 میلادی، ورود نیروهای سازمان ملل به تهران و بغداد پس از قبول قطعنامه 598 شورای امنیت. پس از پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از طرف جمهوری اسلامی، آتش بس میان طرفین برقرار شد. شورای امنیت پس از آن قطعنامه 619 را تصویب کرد که به موجب آن گروه ناظران نظامی ایران و عراق و سازمان ملل موسوم به یونیماک که از حدود 400 نفر از 25 ملیت مختلف تشکیل شده بود، در مرزهای دو کشور مستقر شدند.